کنجبین از دیرباز یکی از معروفترین شربت‌های سنتی بوده و بیشترمان ترکیب کاهو و سکنجبین را به عنوان یک میان وعده لذیذ یا ترکیب آن با خیار یا آبلیمو به عنوان یک نوشیدنی خوشمزه برای فرو نشاندن آتش در روزهای گرم تابستان را تجربه کردیم. سکنجبین آمیزه ی از سرکه به علاوه انگبین هست. سکنجبین در واقع سرکه و انگبین و مخلوطی از سرکه و عسل که به مقدار و میزان معین در هم می آمیزند و از مخلوط آن شربتی خوش و گوارا و معطر و فرح بخش به وجود می آید. در برخی نقاطی که عسل یافت نمی‌شد یا می‌خواستند شربتی ارزان تهیه کنند، سکنجبین را از مخلوط سرکه و شکر تهیه می‌کردند، ولی همچنان آن را سکنجبین می‌نامیدند. و امروز که عسل گران شده و به طور کلی این شربت را با شکر تهیه می‌کنند، سکنجبین را بیشتر با کاهو مصرف می‌کنند که بسیار خوشمزه می شود. شربت تهیه شده از سکنجبین دارای طبعی سرد و خنک بوده و مصرف آن در تابستان و روزهای گرم و آفتابی باعث رفع آتش شده و کم آبی بدن را رفع می کند. در این بین که شربت سکنجبین می نوشید، سابسکرایب کردن کانال ما رو فراموش نکنید. انسداد عروق منجر به عمل قلب باز شده و برای رفع رسوب و گرفتگی رگ‌ها می توانید از شربت تهیه شده از سکنجبین استفاده نمایید. نوشیدن شربت سکنجبین انسداد عروق را باز می کند و خون با سرعت بیشتری جریان می یابد. کسانی که طبع معده‌شان سرد است و با مصرف کوچکترین ماده غذایی طبع سرد دچار مشکل می شوند. سکنجبین معمولاً از ترکیب سرکه و عسل یا شکر تهیه شده یا نوع ساده آن مزاج گرم و خشک دارد. در طب سنتی شربت سکنجبین را بر اساس یک جزء پایه شیرین و یک جزء پایه ترش که بر اساس نوع بیماری انتخاب می شود تهیه می کنند و بنابراین برای معده بسیار مقوی است، ولی افرادی که دچار نفخ می شوند باید آن را با عسل اضافی مصرف کنند. این شربت سردرد را رفع کرده و مصرف منظم آن باعث تقویت معده و کبد می شود. شربت تهیه شده از سکنجبین تأثیر بسیار زیادی در پاکسازی کبد و دستگاه گوارش داشته و این شربت بازکننده عروق بوده و برای افراد صفراوی بسیار مؤثر است. نوشیدن شربت سکنجبین سلامتی بدن را حفظ می کند. مصرف نوشیدنی های خنک در فصل گرم رواج بسیاری دارد. برای رفع آتش و خنک شدن بدن انواع شربت ها مورد استفاده قرار می گیرد. شربت سکنجبین دارای طبیعت سرد و خنک بوده و تمام منافع سرکه را داشته و مصرف آن التهاب ناشی از گرما را کاهش می‌دهد. در این فصل گرما نوشیدن شربت سکنجبین رو فراموش نکنید و کانال ما رو سابسکرایب کنین تا به اطلاعات خودتون افسوده بشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون باشه.